سرخط خبرها. اخطار مارشال دوستم به طالبان در پیام ایدیش. درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در بغلان. صبغت الله احمدی 8 طالب مسلح کشته شدند. سیومین پای برق وارداتی در خیرخانه کابل منفجر شد. ترور ادامه دار نظامیان پیشی. حقانی: ناقضان فرمان عفو عمومی به زودی محاکمه می شوند. کریم خلیلی: طالبان به مطالبات مشروع مردم تمکین نکنند، سکوت نخواهیم کرد. و تا محمد نوح: سرزمین ما در اشغال حاکمان قرار گرفته که توانایی حکومتداری و تامین امنیت را ندارند. با نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. سیومین پای برق وارداتی در خیرخانه کابل منفجر شد. منابع در شرکت برشنا میگویند که یک پای برق وارداتی از سوی افراد ناشناس در کابل انفجار داده شده است. یک منبع معتبر در این شرکت به روزنامه 8 صبح گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 روز یکشنبه 11 ثور در سایه کوتل خیرخانه شهر کابل رخ داده است. منبع افزود که شام روز گذشته تیم‌های فنی شرکت برشنا 250 مگاوات را به شهر کابل به گونه موقت وصل کرده بودند، اما با انفجار این پایه برق وارداتی کابل دوباره قطع شده است. گفته می شود که تیم فنی ریاست عمومی برشنا به ساحه رفته و کار برای وصل دوباره برق آغاز شده است. گفتنی است که جمعه شب 9 ثور افراد ناشناس دو پایه برق در سایه تاقمه از مربوطات سالنگ جنوبی ولایت پروان با ماین منفجر کردند که در پی آن برق 10 ولایت کشور قطع شد. طالبان در ادامه دو تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده بودند. درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در بغلان. احمدی 8 طالب مسلح کشته شدند. مسئولان جبهه مقاومت ملی میگویند که نیروهای این جبهه شب گذشته بر قرارگاه های طالبان در ولسوالی پل حصار بغلان حمله کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که شنبه شب 10 ثور نیروهای جبهه مقاومت در روستاهای تغانک و پسکندی پل احصار اندرا بر طالبان حمله کردند که در نتیجه 8 تن از طالبان کشته و 7 تن دیگر آنان زخمی شدند. با گفته آقای احمدی، در این نبرد سبز علی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی نیز کشته شده است. سخنگوی جبهه مقاومت ملی می افزاید که 3 روستا نیز از سوی نیروهای این جبهه تصرف شده و مقدار جنگ افزار طالبان نیز به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاده است. کریم خلیلی: طالبان به مطالبات مشروع مردم تمکین نکنند، سکوت نخواهیم کرد. کریم خلیلی معاون سابق رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت عید سعید فطر ضمن انتقاد از سیاست های طالبان گفته است که اگر طالبان به مطالبات مشروع مردم تمکین نکنند، همیشه سکوت نخواهیم کرد و از هر امکان برای تامین حق تعیین سرنوشت مردم استفاده خواهیم کرد. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پیامش افزوده است که طالبان همچنان بر انحصار قدرت سیاسی و شکل دهی یک رژیم غیر منتخب و انحصاری پافشاری می کنند که این پافشاری برای انحصار قدرت منجر به گسترش ناامنی، فروپاشی نظام اقتصادی، فقر و گرسنگی و آوارگی میلیون ها نفر در افغانستان شده است. آقای خلیلی افزوده است که پیش از 8 ماه زمانی که اداره طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفته میگذرد، اما هر چی زمان میگذرد روز به روز با وخامت و پیچیدگی اوضاع کشور افزوده می شود. ترور ادامه دار نظامیان پیشی. حقانی: ناقضان فرمان عفو عمومی به زودی محاکمه می شوند. وزارت داخلی طالبان می گوید که پرونده ناقصان فرمان عفو عمومی در حال تکمیل شدن است و این افراد به زودی محکمه می شوند.
سرالدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در پیام ایدی خود گفته که شمار این افراد اندک است و به زودی طبق احکام شریعت محاکمه خواهند شد. این در حال است که بر اساس گزارش ها پس از تسلط طالبان صدها نظامی پیشین کشته یا بازدار شدند. خانواده های قربانیان نیز به روزنامه 8 صبح می گویند که طالبان پیشتر قاتلان نظامیان پیشین و ناقضان این فرمان را پس از چند روز بازداشت آزاد کردند. عطا محمد نور: سرزمین ما در اشغال حاکمان قرار گرفته که توانایی حکومتداری و تامین امنیت را ندارند. عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی شاخی عطا محمد نور، در پیام به مناسبت عید سعید فطر گفته است که افغانستان در اشغال حاکمان قرار گرفته است که توانایی حکومتداری و تامین امنیت را ندارند. آقای نور امروز دوشنبه 12 سال در این پیام گفته است که حلقه های از میان حاکمان کنونی در رشد و توسعه داعش در همکاری با استخبارات شمار از کشورها نقش دارند. نامبرده علاوه کرده است که طالبان به گروه های تندرو و مخالف حکومت های همسایه و منطقه در خاک افغانستان جا دادند و از آنان میزبانی میکنند. او تصریح کرده است که طالبان برخلاف تمام آموزه های دینی دروازه مکتب ها را برای دختران بستند و نیم از دانش آموزان را از حق آموزش محروم کردند. مارشال دوستم به طالبان: چرا با تکرار اشتباهات گذشته حکومت تک حزبی، تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی ساخته اید؟ مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در پیام به مناسبت عید سعید فطر خطاب به طالبان گفته است که چرا با تکرار اشتباهات گذشته حکومت تک حزبی، تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی ساخته اید؟ آقای دوستان به طالبان گفته است: شما که همه حکومت ها و نظام های گذشته را نقد می کنید، چرا از ضعف ها و ناکامی های آنان درس نمی گیرید؟ چرا با تکرار تجربه های تلخ گذشته حکومت تک حزبی، تک قومی، تک حزبی و تک جنسیتی را بر مردم تحمیل می کنید و از باب تحمیق روزافزون بحران امنیتی، اقتصادی و وضعیت بشری را مساعد می کنید؟ او تصریح کرده است که با گذشت هر روز مردم از طالبان ناراضی تر، گروه های فرصت طلب تروریسم بین‌المللی جسور تر، صبر و حوصله جوانان لبریز و هر روز مخالفت مسلحانه در برابر طالبان مصمم تر می شود. نامبرده از طالبان خواست است تا به صدای ملت و جامعه بین‌المللی گوش داده و به تعهدهای خود در مورد تشکیل حکومت فراگیر مبنی بر رأی مردم عمل کنند. این در حال است که یکی از شرطهای بر رسمیت شناختن طالبان از سوی جهان تشکیل حکومت امشمول عنوان شده است. اما طالبان هم واره تاکید کردند که حکومت آنان همشمول است. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.